سلام دوستان من رام هستم و اون دیوونم اونور سوهیله و برنامه مسجد خوش اومدید البته من... نه من دیگه زیاد مست میکنم نه سوئیل زیاد چت میکنه حالا نمیدونم ما یه گوی خوردیم اول بسم الله با اسم این برنامه آره نه من, دیشب یه گلی زدم به خاطر برنامه گفتم که نمیشه دوزی اصلا اصلا دلیل که دوما نبودیم همین بود صاف سوبر بودیم گفتیم آره زندگی اون به گرفت سوبر شدیم و گفتیم که دیگه بیخیال خیال مردم درس چیز بدیم چی میگن عبرت خودمون یاد بگیریم اول داستان چیه آره فعلا ما ریدیم خودمون آم. ولی من و خیلی دلون باره هم دیگه تنگ میشه و هر وقت با هم ف... از سوهل از اون رفیقای برای من که هر دفعه با حرف میزنم انقدر زر میزنیم جفتمون میگم چرا اصلا این زب نمیکنیم همین این آره خدایی خدایی خدای؟ من اصلا در اینکه خونمون پر دوربین کردم همینه من گفتم هم یه روز یه <applause> اتفاق افتاد یه روز به درد بخوره ولی هنوز نتوستم استفادهش کنم که مثلا میگم او خوبه یا نه فقط اتفاقی است که ما بابا میخورن زمین و سوارشون سوار میخوره از این صحنه ها زیاد دارم مامو که پلا میشه پایین این اینا زیاد دارم ولی خیلی دارم میخواد اصلا اضافه ایفر... کامرسوشی <میز> <تصحیق> طبیعی آدم زبط کنه و اونو آپلود کنه بدون هیچ نوع ایدیتی بدون که آقا این بحثی بود که داشتیم دفعه آخر که خونش دم در دیگه میگفت برو بیرون دیگه <تصحیق> <میز> آقا من تو هم خب اخر با هم خیلی راحت صحبت میکنیم فکر میکنم برای همین جفتمون حال میکنیم با هم دیگه زیر بزنیم آره, چون... آره این برنامه هم برنامه خیلی باحال و کولیه برای ما دو تا رفیقه که انگار با هم همش دارن کچاپ میکنن دیگه و حالا در آینده امیدوارم که بیشتر مست و چت باشیم آره من میخواستم یه گل بزنم دلی. سو بعد نمیتونم چون میخوام ویدیو ضبط کنم آه. و اینا من داغون میشم شاید اگه خالکری وسط برنامه یه بریک بگیریم بریم بیایم معلوم ببینن فرق صوبه دو از این برنامه چند ساعته نشه اوتی بزنیم آقا همین 30 دقیقه 40 دقیقه فاک نه هر چقدر هست وسطش دیگه مفرد. اگه 10 دقیقه هست 5 دقیقه صوبه 5 دقیقه فاک ام <تصفح> <تصفح> چی می‌خواستم بگم آره تو ولی ولی... تو خیلی اتفاقای جالب افتاده بلند شدی رفتی انگلیس آره مخ... آره, کلا قبل از قبل که خود سؤیل میگه منم میگم آقا ما تمام فکر و ذکرمون پیش مردم ایران ما آدمای سیاسی هستیم ولی علم سیاسی نداریم بیشوری یعنی من حداقل خودم واقعا آدمی نمیبینم که بتونم نظر درستی بدم نقد درستی بکنم یا از اون راههایی که بلدم سعی میکنم کمک کنم فکر میکنم سوال هم تو همین کمپ باشه خلاصه این تای قلبمون این داستان از ما همیشه آگاه هستیم که داره چه اتفاقی میفته و همین همیشه اون ابراز همدردی و همدلی رو دوست دارم بکنم اولین داستانم <applause> به علاوه این که اینم بگم ما. آدم هایی که بگم. تو ترکیه به فنا رفتن اونا رو هم میخواستم یه شرحات بکنیم 7500 نفر مردن اصلا خیلی ناراحت کننده است توی یه ثانیه اصلا آره خیلی این همش میگن توی اون منطقه بدترین زلزلای دنیا تو اون منطقه خواهد بود حالا بچگی بچه که دیدیم یه چیزی هی میگن میگن ب... نمیدونم چقدر این ساعت داره این حرف یا نه آم... آم... به خاطر اون چی میگن تکتونیک پلیت هایی که اونجا وجود داره توی اون منطقه ولی واقعا وحشتناک یعنی نه تنها اون همه آدم جونشون از دست دادن بلکه کلی میسپیس شدن و خون زندگیشون از دست دادن اصلا یه ولی میخوام اینو بگم در ادامه این حرف که شاید یه حرف اه... اه شاید تری باشه در در این مبحث اینه که من یه اخبار کمتر دارم میخونم کلا دیگه این چند وقته و برای تا آخر عمرم بخوام اینجوری باشه ولی واقعاش برای سلامتی روی روانی خودم و دروغ چرا واقعا حالا بهتر شده سوهل نه من میگم ببین من به جون مامانم صبح گریه میکردم به خود دارم بمیم تو اختم مولم میشدم فقط منتظر بودم النا از خونه بره بیرون پاشا مرسه من, من بشم دل سی یه پنی دقیقه کنم چون سنا که میدم اصلا بغض میواد اینجا من بخوام من دو تا بچه دارم دیگه من اینا رو هیل ریلیت میکردم میگفتم این که مرد بابای بچه بود اگه من میولم پاشا مامکو چی میشدم بچه که من میگفت اگه پاشا مرد چی میشد دختر که من میگفت اگه, اگه حد انقدر عصبانی بودم بعضی گفتم که ببین من که ایران زندگی نمی کنم من که هیچ گوی نمیتونم بخورم من اگه اینو موفق بشن خوشحال میشم موفقم نشن تو همین گوی کسی میمونی من الان چرا خودم رو بیناموس میکنم رفتم تو یه رو تمام بی بی سی من و تو همه اینا رو ایران نیوز هر کدوم بود و همه رو پاک کردم بعد قشنگ همه حرفی که تو میزنی قشنگ صبحام آرومتر شدم یه خود شدم یه خود بقالتو خودخواهانه است ولی دو واقعا داشتم دیوونه میشدم چون میخواستم مثلا برم بیرون خودمو بندازم زیر تانک ولی آپشن هیچی رو ندارم هیچی حتی یه سفارت ایران ما نداریم مثلا بیندم داش فوش خامانه بکشیم به یارو هیچی ما نداریم مثلا من هیچ کاری نمیسم بکنم بگو خودمو کاملا کات کردم مثل تو به نظرم اصلا هم کار اشتباهی نیست آره دیگه من خلاصه این جمعه که رفتم پرو یه سفر داشتم به اونجا با این داستان آیواسکا که بریم پادکست من مسی و راستی گوش کنید اونجا داستانش رو کامل تعریف کردم سه ساعت و خورده داستان من همینه حالاسه ندارم بشنم اینجا توضیح بدم چی برای خود سوهل تعریف کردم فقط یا... کسی که نمیدن آیواسکا یه دونه ام در واقع یه گیاهه، ازش چای درست میکنن از درخت دو بعد... تا گیاه قاطی میکنن دو تا گیاهه دو تا گیاهه، او پس یکی یه یه و یه دونه تاک یعنی واین یه درخت دیگه از کنار با هم سوپ میکنن و جالبیش اینه که از هشتاد گو... هزار گونه توی آمازون چه یه شامان کل نشه فهمید که اگر این برگو با اون تاک که <تصفح> اون ور آمازون با هم قاطی کنم بعد سوپ <تصفح> یه سوپ <تصفح> یه معجونی در بخورم میرم به کهکشان دیگه <تصفح> واقعا یه سوال عجیب غریبیه که آره اگه علا... الان علاقه من شدین برین توی پات اگه تو ویدیو یعنی تو پیج من هستین برین توی کینگ رام اگه تو خود کینگ رام هستین که همونجا بزن نگاه کن خیلی باحاله ام... خیلی که واسه من تعریف کرد واقعا من خودم نکردم ولی هر دوسه زیادی انجام دادم و هرکی رفته مثلا برمیگرده انگار مثلا رفته جهنم و برگشته یا مثلا رفته بهشت و برگشته یه اکسپرینس خیلی عجیبیه من خودم رو خود جرئت ندارم بکنم چون ترسونم ولی خیلی قویه من یعنی حتما ببینید نگاه کنید پشمتون میزه به نظر من خیلی خوبه آدم بتونه یه راه پیدا کنه که ریسیت کنه خودشو میدونیم و من منم خب تو جای تاریکی بودم جای خیلی سختی بودم تو زندگیم که به یه پوچی رسیده بودم به یه بنبستی رسیده بودم که نمیدونستم باید چه هایی بگیرم ولی این ریست کردن روح آدم خیلی اصلا جواب میده و لازم روزا با آی که باشه بعضی میتونن برن آقا در روز برن ویپاسانا فقط مدیتیت کنن میتونه مثلا یه دایت سنگین سخت غذا فقط آب بخوری مثلا برای دو هفته نه هیچ چیز جامد نخوری نه بعضی خود آدم خودش تو این شرایط سخت اگه قرار بده به نظر از اونورش یه چیزی به دست میاره که قبلا شاید بهش آگاه نبوده خوبه که آدم بعضی داد اصلا برای پیشرفت تو این ساعت مثالش مثالاشم که همیشه هم میزنن تو میری باشگاه در اصل به خودت فشار میاری که جایت قوی تر بشه دیگه روح آدم همین جوری دیگه ما بعضی وقتا باید یه, یه تمرینایی برای روحمون انجام بدیم که اون قوی تر بشه در مقابل میگم شدت تمام داستان ها و اتفاقایی که تو زندگی شخصیمون یا اطرافمون تو دنیا داره اتفاق میافته به خاطر حجم اطلاعات ناراحت و اینایی که دریافت میکنیم همین مثل اخبار اتفاقی داره تو ایران میفته یا زلزله یا آدم کشتار یا هر چی همون لازم داریم یه ریست میدونی کاملا قبول دارم و ریست خیلی کمک میکنه یعنی اصلا بگذاریم از این حرف آقا ما آمدیم اونجا حرف توکن بود پامو بزنیم میذاره کار چیزه بیشتر من آ، من, آ سوهل، من از من از سوهیل زر نصیحت میخوام راستش آدم خیلی از سوهیل خنگتر آدم پیدا نکردم برای این نصیحت متاسفانه ولی خب به نظرم یه جوری تو چارچوب من قبلا با سویل صحبت کرده بودم در مورد این موضوعی که چجوری آدم وارد رابطه بشه حالا اون من میگم مثل مثل بچه های جوان الان بلد نیستم مثلا مخ بزنم یا چیز من به نحوه خود اولد سکول خودم حالا هرچی ارتباط برقرار میکنم با پارک الان بانوی انگلیس چی کدا. شد همین میخواست اینو بگم یعنی این خیلی برام جالب بودی رابطه خیلی خیلی هم خوب هم سختی بود ولی بدون که به ب... تو جزئیاتی برم که نمیخوام بالاخره میدونی به... به, حریم شخصی آدم با احترام گذاشتی توی این داستان بیشتر بحثم ولی در مورد اه... اون آدم نیست بیشتر در مورد خودمه درست یعنی سوال من از تو اینه که دوستان بدونم که تو رابطت با النا ببین مثلا من توی و... رابطه وارد شدن خیلی خوبم ولی توی رابطه نگه داشتن افتضاحم یعنی از لحاظ چه کمیتمنت، چه از لحاظ مسئولیت عاطفی توقع احساسی همه این چیزا و ب... تا زمان به نظر خودم آدمی هم که خیلی راحت و خیلی ترانسپرنت و خیلی شو روباز میتونم ارتباط برقرار کنم آدمی که خجالت کشم در مورد مسائل سخت یا حتی مسائل سکشوال یا مسائل فلان صحبت بکنم و همیشه فضایی که دوست دارم ایجاد کنم برای پارتنرم خیلی جالب انگار تمام این سالا مثلا خب فضا رو تو تخت خواب خیلی یاد گرفتم خیلی راحت با یه فضای خیلی کنترل داشت یه چی میگن آروم و راحت و ولکمینگ و سیفی و خیلی بلدم درست کنم ولی خب رابطه فقط یه شب توی اتاق خواب نیست میدونیم بعد از اون کلی داستان دیگه از که اتفاق میفته میدونی هر روز صبح کنار هم بیدار شدن سر کار رفتن و اینا خلاصه یکی از سوالام اینه که اه اه آیا تو توی رابطت مثلا اون یه همه خطای قرمزی داریم دیگه نه حالا خط قرمز هم شاید خیلی اکستریم باشه ولی یه چیزی که میره رو که آره یه چیزایی که میره رو مخه تو انگلیسی بهش میگن مثلا پت پیو یه کلمه که به انگلیسی میگن میخوام بدونم تو مثلا تو رابطه خودتو تو خونه چه چیزایی رو مخ تو میره چه چیزایی رو مخ ل... النا میره و چجوری با هم اینا رو کمیونیکیت میکنید اوکی okay, من یه جواب خوب برات دارم اینی که چی رو مخه من میره و چی رو مخه من میره رو الان کاری ندارم فکر کنم پنج چیز رو مخ من میره پنج چیز رو مخ اون من یه چیزی که یاد گرفتم از های قبلی من تو های قبلی میمونم دخترای خیلی معمولی رو پیدا میکردم چون من بین دخترای فقط پولدار و لوس و اینا بزرگ شده بودم دختر پول داره اونجوری نمیخواستم یه دختر میخواستم که معمولی باشه که بتونیم مثلا راحت باشیم من دارم نمیخواستم مثلا دختر هر روز بگه ما باید شام بریم بیرون نمیدونم ماشین رو هر بعد چهار سال عوض کنیم من این چیزا رو بدم میومد و چون توش بزرگ شده بودم دیده بودم همیشه آدم مامان باباها که پولدار بودن همیشه بابا پول داره داشت با زنش دعوا میکرد سر مثلا اینکه چرا بنز اون چهار سالشه خوشش بن سواری تو ایران مثلا یارو الاغ باشه خوشاله تو بن سواری باید تو راضی نیستی من من دیده بودم مثلا از دختر پولدار رو مثلا وضع خوب خو فراری بودم برای همین دختری فوق العاده معمولی و مثلا میگم چی کاری میگفت هیچی چقدر پول داری یه دلار ندارم چی کار میکنی هیچی درس چی میخونی هیچی گفتم خاله خب مثلا من با تو دوست میشم و خب من از نظر نامردی اگه بخوای بشین مقایسه کنی من همه جوره به یارو سر بودم حتی قیافه خب بعد هیچی یارو نداشت نسبت به من که مثلا بخواد به من سر باشه اول یه سال دو سال ابم رابطه هم ببین م... یه من بالا میرفت یعنی اصلا خودش هر روز میگه مگه میشه یه همچین پسری پس اومده با دو من دوست شده ولی تو فاصله حالا یک تا سه سال این موضوع کامل برعکس میشد بعد به من میگفت این ان کیه که اصلا من خودمو به این دادم و من چرا نمیفهمیدم که چرا این اتفاق میفته توی دیوس که اومدی هیچی نداری من دارم مثل سگ کار میکنم من دارم به تو میرسم من لباس تو عوض کردم من بعد یادم با بچه پولدارا رابطه برقرار کنم من بهت گفتم مثلا ترافل چیه چجوری توی چاقال اینا رو همه رو فراموش کردی و اینا بعد من فهمیدم که آقا من دختر خراب کنم نظر شخصی با این بها و حالی که به دختران میدم همیشه دخترها رو پررو میکنم پیش روانپزش رفتم خیلی آدم خفنی بود یک سالم پیشش رفتم نه که فکر کنی یه بار ساعتی 150 دلار میگرفت چون اونم تقریبا 4 ساعته بود یعنی هر دفعه میگفتم پیش 600 دلار بهش میدادم بعد این آدم... این روانپزش کیه این روانپزشکیه که توی تمام زندان‌های کانادا روانپزشک وجود داره این روانپزشک همه جمع میشن توی دو سال در سال یه جا جمع میشن این میره بهشون میگه تو اون شیش ماه چه چیزای جدیدی پیدا شده که مثلا بتونن خودشون رو بهتر کنن و به دکتر رو درس میده هر خیلی آدم خفنیه بعد من پیش این رفتم آدم دروغویی هم نیستم همه چی این حقیقت درستش تعریف کردم که آقا اینطوری شو اینطوری شو اینطوری بعد یه که به من زد این خیلی مهمه گوش بدین مثلا برای بعد از یک سال و کلی پول و وقت اینو بشرسید گفت نه کن وقتی می تو رابطه دختره اینجاست تو اینجایی همه هم اینو میدونن بعد که میبینی تو اتاق خوابتون تو دو میگی تو خیلی خوشگلی تو خیلی باحالی تو چقدر باحالی من آرزو داشتم دو خمس تو بشم عشق منی کسش هر این, کس این دختره خوش, خوش میاره بالا خوش میاره بالا خوش میاره بعد یه روز اتم میره بالاتر بعد تو که میره بالاتر میگه برای این سوهل خیلی خفنه ولی خب من که خفنترم پس چرا من با این چاقالم بعد شروع میکنم به من ریدن خود رو بهتر کن خود بکشون به من بعد تو میگی دعیوز تو تنها داری این رو میبینی تو میگی چی میگی برسیم به من من آردی حتی بایده هم چی میگید واقعا بعد این بود که مشکل رو من درست میکرد با النا که دوست شدم من مثلا مثال میزنم من شبا تو اتاقم فیلم نگاه میکنم مثلا باید نگاه کنم مثلا فیلم نباشه مثلا که مثلا چراغ اتاق تو روشن باشه یکی هم برای جیغ بزنه من اگه موزیک روشن اگه تلویزیون روشن باشه سکوت هم و رفاه هم اونه اگه نباشه دیوونه میشم خب مثلا باید اینو نگاه کنم هر شب یکی از بهترین مومنت های روزم هم هست که همه کارامو کردم دیگه کسی بهم کاری نداره میام هم یه فوکس کنم یه تلویزیون میگم تو دنیای تی خیلی هم میتونم برم توی تی وی بعضی با هر چی میتونم نگاه کنم فیلم بچگونه تا جدی بعد دوست دخترای قبلیم همه اول رابطه اوکی بودن با این موضوع که من فیلم نگاه میکنم آخر رابطه ما تو سالن با صدای چهار گوش میدادم دختره میومد بیرون اه بابا نمودیم انا دیگه خاموش کن نامستبو بعد آقا دعیوس من با 25 والیوم گوش میدم تو اتاق بغل تو قور الان تو سالن دارم با چهار گوش میدم دیگه چونه منو پاره میکنی آخه چرا اینجوریه من نمیفهمیدم با النا که دوست شدم گفتم آقا من دیگه از این بعد چیزایی که دوست دارم یا خط قرمزی که شما گفتی و دیگه ازش نمیگذرم برای اینکه من حرف دخترم من میگه آقا مثلا من بدم میاد کفش تو دم در پرد میکنی دیگه من تا آخر رابطه کفش شما میذارم تو کمد ولی من به دخترم میگم من, من تلویزیون دوست دارم دخترم مثلا نمیگه گوشی بذاره تو گوشش بخوابه میگه نه تو خودت عوض کنی بعد خب این خیلی نامردیه اگه دختر خوشش عوض نمیکنه چرا من خودم عوض کنم گور پدرت من دیگه نمیکنم بالا که دوست شدم مثلا همین چیزا بود من تلویزیون نگاه میکردم بعد خب من آدم بدی نیستم آدم مهربونی هم. خب مثلا روزای اول که اینا رو 20 نگاه میکردم بعد یواش یواش رسوندمش به 19 18 بعد سه ماه رسیدیم به هفت خب یعنی که من که سال 20 گوش می‌دادم مثلا مثل بیبی می‌خوابید رسونم به هفت به هفت که رسوندم دیگه صدا خیلی کم شده بود اگه توی فیلم یه 5 ثانیه سکوت بود کامل سکوت می‌شد بعد برمیگشت انگار صدا برمیگشت بعد النا یه شب بلند شد به من قر زد که اخ خاموش کن دیگه این تلویزیونو بعد به خودم گفتم نه کن ادعای داری میکنی یا 20 که گوش میدی کسی تخمت هم نمیخورد کم که کردی میفهمه داری میری عقب شاخ داره میشه آقا یهو شروع هم وسط ساعت 2 صبح داد بیاد تو اتاق خواب تو گو خوردی به من این تلویزیون کم کن تو سگ کی باشی خونه چهار تا اتاق داره با گم شده دیگه بگی بخواب مگه من مسخره تو هم مگه تو مادر منی تو سگ کی باشی تو که دیدی من تماشای تلویزیون نمی کردم چه حقی به من میگی آقا لجوزی تلویزیون گوشم رو 25 حالا <applause> اگه ایسو... خواستی <خصیح> رو فیس تایم بکنم من تلویزیون رو میزنم ساعت 25 موزیک میزنم خودم هم می دارم میخونم خودم دارم میکنم النا خواب خواب یعنی اگه من اونوز دواره رو نمیکردم النا تو آخر رابطه بعد میخوابی چون صدای موزیک حضرتش میکرد و به خودش اجازه میده که من با بلنشم غور بزنم چون این ناراحت کننده است منم بابا با صدای حرفی میگوشم چی گفت؟ یه گل میخوای بزنی صدای صاده... صدای گل نمیذاره بشنوی چی میگی خب خب چه مسخره بازیه الان میذارم صدای 25 مثلا بلند داره میذانه میکشی اما خب مثل بیبی خوابه یعنی من امروز که وانم داد زدم گفتم آقا چیزی که من میخوام همینه نمیتونم ازش بگذرم النا قبول کرد با هفت ناراحت بود با 25 اوکیه یعنی اصلا تو منطقو نگاه کن و این کار تو سه چهار کار کردم چیزی که واسه من مهم بود و نباید بیای پایین اگر از روز اول با, بگیر... با تو چی کار کرد که برای تو 25 بود بعد هم اون با تو چیکار کرد که حتما اونوری وری هم اون فکر بوده هم نکرده چون اون من باش توشم 24 5 سالشه اون بچه بود اون اصلا بلد نیست از این کارو بکنه من چون مثلا سه تا رابطه رو ریدم توش رو نمیدونم خیلی راجبش فکر کردم من به این موضوع رسیدم اون هیچی نداره اون اگه مثلا من بگم اون اونوری کرده مثلا اون شاید مثلا باید تمیز نمیشه باشه 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 با... نمیشه از از نقل قولی بود یه خودش بیارم با باش صحبت بکنم قشنگ حسابی آره خودش حرف که آقا چه که... اخلاقای تخمی سوی چون خیلی زیادن مطمئنا چی اون خیلی کمه با... خیلی کم <laughs> 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 نه ما اخلاقای تخمی که النا میگه میگه اینکه خونه با تمیز این که باید تمیز باشه همیشه یکی اینکه باید بو نده خونه نباید بو بده مثلا اگه پیاز پاک می‌کنه بعد حتما همونو رو تو گاربتور بره و اگر من فردا حتما قور میزنم میگم آقا تو نه تمام خونه بو پیاز میده خب چرا 5 سنی تمیزن کردی که, که الان بعد خونه دیگه نمیشه تمیزش کرد بعد دو روز باشه تا بو بره من ایرادم اینجوریه ولی ببین آخه ببین مثلا یه سری مسائل هستش میدونم اینا شاید مسخره و کوچیک به نظر ولی خب شما یه, یه تفاوت گوندی هم که داره به خاطر بچه هاتون هم یه عشق اضافی هستش که فکر میکنم این مسائل کوچیک هیچ وقت تبدیل نمیشن به یه موج بزرگتر از کیناهایی هایی که سالها به خاطر تراما هایی که توی سوم دبیرستان و دوم دبستان جمع شدن و رو هم دیگه خالی کنه میدونید چی میگم ببین یه ریفرش کنم هفته تو عشق نیستش مسئولیت است یعنی من بالا وقتم دعوا دارم میکنم مثلا میگم میخوام نبینم نبی دیگه میدونم این آپشن ندارم آخر دوام اگه النا قاتی کنه میگه خب اگه ناراحتی منو بزا برو میگم النا من آپشن اینه که تو رو بزنم برم ندارم مگه تو رو برم دو تا بچه رو بی پدر مادر میکنیم اینو ما دیگه نمیتونیم بکنیم واسه وقت ما دعوا میکنیم ما این دعوا میکنیم واسه سیچوشن خودمون یا آشتی میکنیم یا پنج روز با هم قریم بریک اپ آپشن نداریم اگه میخوای بریک اپ کنی نو no پرابلم تو اتاق بغل هم زندگی می‌کنیم تا روزی که بچه کوچیک بشه 18 19 سالش اون که شو 18 19 سالش ما اصلا جدا میشیم میخوام اینو بدونم بعد از اون پنج روز معمولا کدوم تو که میره جلو آشتی بکنه یا یه اتفاق علکی می‌افته هم دیگه رو بوس میکنیم اصلا دو. به پنج روز نرسیده همیشه بله. همیشه زیر یه روز تمامش میکنیم بعد تا این دعوامون همون دو روز دور کشیده ولی کلا دعواهامون تو شن محسه ها یعنی مثلا ناهار رو من دوست ندارم در این لبه. بعد اونم میگه من خستم میگم به جهنم که خسته غذای من مهمتر از این خستگی تو بعد میگه خود برو درست کن بعد میگه خودم میخوام بودم درست کنم بس برای چی تو مسئولیت غذا رو گرفتی دستت کاری که تو مسئولیتش دست تو دیگه دست تو باشه چون من من توش از خونه نمیدونم روغن کجاست گاز کجاست نمیدونم یخچال کجاست چی توش هست کدومو با کدوم قاطی کنم بعد میگم او نه اینو واسه اون میخواستم اینو اینجوری درستن که اینو اشتباهه برای من خیلی سخت شده و خودم که تنازه نمی کردم یک شدم بند واسه همین چیزامون اینجوریه خیلی دعوامون خیلی کسته شده اصلا دعوای جدی اصلی نداریم که مثلا واقعی باشه واسه همین از این نظر خیلی خوبه کلن هم پنج بار دعوی کردیم توی هفت سال نه خیلی خوبه نه معلومه رابطه شما رابطه خیلی سالم و کول cool و ریلکسیه اه میگم بعضی وقتا میدینیم مثل اه اه یه رابطه هستن که من فکر میگم آدم ببین تو همه رابطه یه رابطه قدرتی هست اینو نمیتونه آدم انکار کنه یعنی چه رابطه با دوست با خانواده است با, با پارتنرته و بلنس و تعادل این قدرت همیشه چیزی که تعیین میکنه رابطه رو تا حدودی به این معنی که کسی بخواد بر کسی غلبه کنه منظور من اون نیست منظور من که فقط یه وزنی بالاخره هر کی باید باشه باید اون رابطه و میدونی می من خودم مثلا آدمایی که خیلی بهشون جذب میشم آدمایی که خیلی یه, تیم مثل تیق دولبه است از اون که خیلی میدونی زنهایی که خیلی مستقل و قوی و امبشیس و آدم که آرمان ها و آرزوهای خیلی بزرگی دارن و نمی ترسن از چلنج ها و ریسک های بزرگ توی زندگی ولی در این حال هم خب با... با مثل خود من میدونیمشاید شاید من بدبختی من یعنی که من چون تو زندگی چون کار واقعی نکردم و کار آرتیسی داشتم اه، به ساعت خودم همیشه کار میکردم یعنی من ممکنی من همیشه هر خیزم هستم و میدونی من پا میشم من صبح خیلی انرژی دارم صبح سعی میکنم کار کنم و بقیه روز کم کم لش میشم و گیتار دستم میگیرم و فلان و هر چی الان مثلا همزمان یه عالم پروژه کاری دارم دیگه یعنی من به از پادکست خودم یه پادکست انگلیسی دارم کار میکنم که اصلا یه داستان و پروژه گنده ای برای خودش نمیدونم کار موزیک و تورم هستش کار تئاتر دارم دارم اه... یه کار یه وی شو دارم انجام میدم یعنی مجبورم که مشغول کنم خودم با هزار تا پروژه چون اول اینکه چیزی که من بهش خیلی رسیدم برای سلامتی روحی روانی خودم بعد از این دوره افسردگیم اینی که باید مشغول باشم یعنی بتالت و بیکاری و این برده کار نداشتن بیشترین چیزی که منو افسرده میکنه باعث میشه من برم توی این لوپ افسرده حالا یه سوال هر کاری باید بکنی یه کاری که دوست داری یعنی اگه مثلا بیکار بشی بی میگم برو مکدونالد کار کن میری خوشحال نه دروغ چرا واقعا انقدر کونه خودم پاره کردم تو این سن حالا الان دازه دارم یه ذره به جایی سیفی میرسم که دیگه میدونی بتونم یه درمدی داشته باشم و حساب که صاف کنم و زندگیمو به روی قلتکی بندازم که درست بره جلو واقعا سختمه بخوام برم مجبور باشم میرم و سوئل تعارف کنم همین چون وقت پیش منم میرم کار میکردم یعنی من چاره اگه نداری خب باید بری ولی ترجیم اینه که تو راه اون کاری که عاشقشم بتونم ادامه بدم همه کاری که الان دارم میکنم موزیک تئاتر پادکست و فیلم همه اینا چیزای هنریه که عاشقشون و خیلی لذت میبرم از کار کردن تو چون همش داره کریتیویتی آدم همش داره چی هی داره اپگرید میشه هر روز توی اینجور پروژه مجبوری بخونی کتاب بخونی ریسرچ کنی مقاله بخونی شعر بنویسی فیلم نگاه کنی نقد بخونی اه. یعنی کلا همینا به اون خیلی دوست دارم به اون فرهنگم به به هم. به همه چیز اضافه میکنه وقتی توی این دنیا فعالم در حالی که وقتی که تو خب رستوران کار میکنی یادم دیگه میرفتم صبح اونجا با عاشق آشپزی هم هستم یعنی واقعا یه کاریه که من زندگی که مثلا وای لوبیا پلو مامانه آخر خوشمزه است آره من مامانم من مامانم شیکمو دیگه چاش آخه مامانم منم خوبه که تو گفتی لوبیا پلو گفتم ما با علم لوبیا ضعیف میذاره جلو من اکبر بعد بخورم خوشمزه است بعد اومدی نه کردم گفتم که بزنیم رنگش که خیلی قرمز نیست خوردم وای الان مزهش میاد جهنم با اون آووکادو سرده مم. چقدر کرده بود مرسی مامان رامین آره خیلی مامانم اصلا معروف آشپزیش دیگه همه همه بابا در رو دار برم با سگ مصنوعی که مامان من رو ببینه بیاد تو خیلی هم باید حال کرده و خلاص خلاصه هم بگو بیاد بازم آره و میگه مثلا برای من خیلی ببین توی رابطه من نمیدونم من این اینم هستش من وقتی اول وارد این رابطه شده بودم البته با خیلی سالم و کول و ریلکسیم با هم دیگه من خیلی دوست دارم میشه رابطه همو خوب نگردم. دوست دارم با کسی بد باشم مثلا یعنی اصلا, اصلا دوست ندارم پلیو بسوزونم یا از این آدمایی که با خوشونت یا با عصبانیت یا با تنفر از این رابطه نه من خیلی تو ریلکس و خیلی اینم خیلی ریلکس و مثل دوتا تا ادالت از هم جدا شدیم ولی موقعی که وارد رابطه شدم موقعی بود که من خیلی دسپریت بودم خیلی ادامه نفسم پایین بود آره و اصلا وضعیت روحی روانی و مالیم همه چی افتضاح خیلی توی جای ضعفی بودم میدونی توی جای خیلی پایین و کوچیکی بودم و وقتی تو همچین جایی هستی ببین به, به نظر من عشق یه چیزی که خب خیلی قشنگه با شروط ولی تنها کاتالیزور رابطه نیستش میدونی یعنی تاخیرش عشق با مرور زمان یه, یه،, یه نمودار باشه میدونی یه جا پلاتو میکنه دیگه 100 درصد تا پایینم میره آره شاید پایین تو و این چه طبیعی هم هست چیز عجیب غریبی نیستش این مثلا کل تاریخ همینجور بوده ولی اه، اه، توی اون تو اون موقعیت که آدم وارد ای رابطه میشه از خودم بشم سوال میکنم خب این آدم این چیزای خوبو داره ولی یه سری رفتاری داره که خیلی زننده است مثلا من خوشم نمیاد با با من من با چیکار کنم و مثلا چون تو اون نقطه ضعفی بودم و خیلی اعتماد پایین بود احساس میکردم که باید قبول کنم گفتم نه خودم رو قانع میکردم که نه تو اگه میخوای توی ببخشید توی میخوای رابطه سالم و خیلی ادالت باشی و آدم با مسئولیت و اینا باشی باید باید تصمیم های سختم بگیری و باید قبول کنی یه سری سختی های رابطه یعنی توی همچین ذهنیتی بودن بعد این چیزای سخت هیچوش بیشتر و بیشتر میشه من گفتم یعنی این واقعا رابطه من واقعا با این شرایط قبول کنم و یه روز با خودم بودم که بودم نه واقعا من خوشحال نیستم توی این موقعیت و این آدم اصلا میگم تا سوال بعدی من خب همین پرسیدم حالا یه سوال در مورد همین موضوع که آقا چه چیزایی رو مخ هم دیگه و این مرزا از بچه هم به اون بگن که چه چیزایی واقعا آ... آ... یه بار کنم یه سوال از مر... نه، تو برنامه تو کردیم از, از تو برنامه من بود از بچه پرسیدم گفت سر چی بام دالا بریک اپ کرده بود اینو اینا خیلی دلایل خندهدار زیادی بود ولی ولی کلا از دوستان دوستان بپرسم که تو رابطه چیا میره رو مختون و چه حلشون میکنید این مسائلی که رو مخ هم دیگه میره برای من خیلی جالبه که چون مثلا باید یه چی باید بشه یه جوری در صحبت کرد دیگه که آقا مثلا فلانی من مثلا مثلا وقتی تو خرمس میکنی و میای اگریسیو رو من مثلا سه صبح من خواب بیدار میکنی مثلا میگه یه بیا بکن میگه آقا من خوشم نمیاد من پیرمرد من خواب از سکس برام مهمتره بیدارم نکن <تصفح> 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 چه میدونم مثلا با یه بار میگه دو بار میگه مثلا خب نمیفهمن مثلا خب آدم میگه خب این, این اصلا من حریم شخصی من هیچ احترامی بهش گذاشته نمیشه آره اگه از... بگی یا رو هیچ کاری نکنه که خیلی دزدیه دیگه چون و اصلا این چیزا اصلا که اصلا تو بیرم نمیتونم بگم چون بعدا برای خود رو تعریف میکنم ولی چون 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 عجیغه. چون اگه مثلا اون کاری که مثلا توی تو رابطه که بودم اون کاری که مثلا یه دختره با من کرده بود اگه همون کارو من با اون میکردم من کنسل میشدم و میرفتم زندان <applause> یا میدونی چی میگم یعنی هزار اتفاق بد برام میافتاد این خیلی ولی اون چون با. دختره برامون این کارا رو با من کرد فقط آخرش مثلا میخند و معذرت خواهی میکنه تمام شد مثلا من تو مغزم تروماتایز مثلا ریدم تو خودم انقدر حالم بعد سه هفته افسرده اون فقط یه میخند و تمام میشه میره خب اینم 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 باز چیز دیگه ای که خیلی ولی حالا میگم سوالی که میخوام درس بهش با بگم اینه که اگه مثلا تو بدونی پارتنرت یا آدمیه که ببینم خیلی سوال چیپ و لوسی ها ببخشید از میام طرفدارم شو توقعی از من همچی سوالی بشم ولی میگی پارتنرت مثلا 50 میلیون دلار پول داره و میتونه به تو هم تو رو بکنه رئیس شرکت فلان و تا آخر زندگیت هم همه چی از لحاظ مالی و امنیتی حله یعنی تو حاضری بری توی اون رابطه به هر قیمتی که شده یا نه یعنی این گلد دیگر در بودن که پسر گلد دیگه ببین من فکر. بچه که بودم دختر ب... چه پسرش فرقی نداره یعنی واقعا هم از دخترا دارم میپرسم هم و فرقی نداره واقعا یعنی واقعا حاضرین تای تای دلتون برای یه رابطه به خاطر پول و موفقیت همه احساس های شخصی خودتون رو بذارین کنار یا نه من, من دیدم نمیتونم همین که دارم بهت میگم من بچه که بودم چون بین آدم ها اینجوری بزرگ شدم ازشون متنفر شدم مثلا اصلا طرفشون نمیرفتم با اینکه تا بهم خوردن. الان که بزرگتر شدم چل سالمه میگم که کاش کرده بودم یعنی <laughs> که کاش گل بودم چون مثلا من آدمای دومم بودن که مثلا اسم مامو باشون تو اخبار میشنوی الان مثلا اگه من با اونا بودم همه عکس منم میذاشتن این جاکش داماد فلانی تو کانادا بعد <laughs> هم موقع اینجوری داشتم دخترم بهم پا میدادن مثلا من درفش نمیرفتم به نمیخواستم ولی الان با که الان دارم میگم آفکورس میکنم چون که به نگاه میکنم اینجوری نیست که ببین میگی آ تو کل داری گوش نمیمون نمینم توش بمونم واسه 50 سال که تمام کنم میرم تو رابطه هفت سال آدمای معروفش رو میشناسم کانکشن هاشو باش آروم میشم دو تا پول ازش میتیقم سال هفتم میذم در کشون دختر میگم برو گم مادر سگ با تمام اطلاعات و قدرت میرم خود خودم میگم خب میدی بعد حالا به محترمان هم میتونی بعد کردیم دیگه اگه با هم میساختیم که راضی بودم واسه الان من نوعی خود خودم که کاملا بر علیهش بودم الان میگم نه الان هر کی یکی از دیروز یک از سوالا ازم بود که سایتن که میتونی پول شی چیه از دوست دختر پولدار بگیر یعنی چون من همیشه گفتم که اصلا دوست دختر باباش پولدار بشه میذنه تو سرت میره در اصلا اینطوری نیست بابا میاد کرد میکنه به پسرش قبولت میکنه چون میدونه دخترش دستش میخواد تو رو موفق کنه و من که رو دیدم توی رابطه بودم چه احمق بودم من میتونم مثلا الان مثلا بابای مامان النا هیچ نوع سود مثبتی برای من نوعی ندارم خیلی دارم به موضوع کثیف نگاه میکنم و اینو میفهمم یه ای خیلی خوبی هست آدم های خوبی هست مهربون میان اینجا برای اون قضای خوندگی درست کردم میارم مثلا چون هر وقتی از ویکتوریا بیان را ما میریم اونجا به هم میرسن برای اتاقم تلویزیون گذاشتن واسه همین یه رابطه خیلی معمولی دارم ولی اگه مثلا بابا النا مثلا یه نفر بودش برج میساخت مثلا 600 تا ساختمون ساخته بود خب من میشدم مثلا النا میشد ریالتور 600 تا ساختمون میفروخ همون مثلا یه بار 6 میلیون درآمد آورد سالی و ما داشتیم خونه 6 میلیون زنمون داشت میبود خونه ماه سر هزار دلار اشو کردیم تو خونم نبود ولی خب من چون که فقط و فقط اون مال خانم رفتم ده ده خودم زندگی بسازم و خیلی فیلمی بهش فکر کردم نرفتم طرف آدمای پولدار در که داشتم بخاطر همین به نظر من اشتباه کردم به نظر من من که رفتم اون دختره آتشقال ریختم رابطه‌مو رو دادم تمام زندگیمو اعصاب و پولم و از بین بردن خب من همین با یکی دیگه میکردم حد اقلش این بود که دیگه رو پول من نمیزد چون پول داشت میگفت تو واسه خود کار میکنی مای 10 دلار در میاری چاقا من بابا مای 100 دلار در میاره اصلا من چاقا هم میدید واسه همین اون موقع من زندگیو بیشتر دوستام ببرم جلو میگفت آقا من پول ندارم به این مسافرت میخوام بریزم بیزنس جنسمو بیارم میخوام مغازامو بگنده کنم میگفت نو نه پرابلم من پول رو میدم ولی دوستا خمه آپشن نشه میشه گریه میکرد که ما میخوایم اید نریم جایی همه دارن میرن مسافرت ما نریم من با, با این دیل میکردم به خاطر همین من واقعا الان میگم مثل سگ حاضرم برینه به هم کشه بگم میگم اوکی من هفت سال با توی پتیره هستم کارا میکنم میرم ولی با اینکه عشق بخوام برم و این کار که با النا دارم و نه نمیکردم یعنی با مثل النا با شابطه بقرار نمیکردم من نمیتونم واقعتش یعنی واقعا شاید میگم یعنی برای من اگه باید یه عشقه بود باشه باید یه چیزی بود باشه منو جذب کنه به اون آدم حتی برای یه شبم هستش واقعا میدونی باید یه مجیکی بود باشه یه جادویی بود باشه تو اون رابطه که منو جذب کنه بهش و بخوام تو همین خانومی که تو لندن بود من خودم رو کشتم که بچست دیگه <applause> آره نه میفهمم ولی کلا ببین میگم داستان یه جوریه که برای من واقعا دوست دارم که به خصوص برای این داستانی آیواسکا و این تمام داستانه میگم خانواده و همه اتفاقی برام افتاد من بعضی آدما من هر وقت قلبم دلم نیتم که بیشتر زندگی هم همینه ها با همیشه با یه چیز با, با یه،, یه, چیز پاک هست میره جلو از دنیا و کهکشان خیلی جواب بهتر و مثبتتریم هم میگیرم و تا وقتی که من به نظر خودم به قلب و خودم اعتماد بکنم همه چیز درست میشه من فکرم هر وقت یه ذره تو ذهنم اگه یک ذره حتی فکر این بیاد و میگم موقعی که من با وارد رابطه شدم خودم تو یه خی... ضعیف و دارک ترین دوران زندگی اصلا نباید وقتی که توی همچین جای به نظر من ضعیف و دارکیه اصلا نباید وارد دار رابطه بشه تا موقعی که اعتماد به نفس داری برای خودت ساختی محکم رو یه جای وایستادی و دست دیگه یکی دیگرم هم میگیری کنارت میذاری و انقدر اون فاوندیشن انقدر قویه که با هم دیگرم که روش وای می هیچ اتفاقی نمیفته یعنی برای آدم یه ثبات Uh, منتالی و احساسی و عاطفی لازمه داشته باشه قبل از وارد رابطه جدی میشه به نظرم حالا رابطه سکشوال و وان نایت سنگین رو فرق داره اون برای فان و اینا اون اصلا یه بحث جداییه اون اون اصلا ولی حتی اونم برای من واقعا تمام آدمایی که کانکشن داشتم باشون برای من یه مثل یه فیلم هالیوودی بوده همون 24 ساعتی که باش بودم و اون خیلی جذب میکنه منو به در رابط های من از اون ور این میگم یه مشکلای خودم دارم که این اعتیاد به این تنوع خب نه اون لوس شدی اعتیاد لوس مثلا شد. مثلا مثلا مثل من آدم فود کریتیک باشم هی برم هر شهر میبینم به اون بهترین غذاشو بدن و بگم حالا بعد یه غذا انتخاب کنی بخوری اصلا نمیتونی با اینکه تو بهترین غذا میدی تو مغزت چی میگی خب من روز پنجم خسته میشم من فکرم الان این برا سرت اومده چون من دیدم دی ام تو رو میدم دختر چیخی خوشو میزن سرت برای همین دیگه تو هم این چیزی که تو زندگی اتفاق افتاده همه چی خوبی و بدیشو داره دیگه بدیش اینه که تو دیگه لوس شدی تو کسی هستی که میگی آقا من بلند شم تا این ق... برای چی باید مثلا اینه که شش ماه دارم باشم اینجوری خ... مالی کنم تازه رو اعصابم هم گفته ق... این چیزی فکت دیگه تو نمیتونی نرمال باشی تو آدمی که توی موقع به قول خود ها و تو افتاده تو تو, تو نفر نرمال جامعه نیستی تو جزء آرتیست حساب میشی آرتیست یه می زندگی متفاوت دارن تو اینا که تو هالیوودن که این همه پول و ثروت و رفاه و همه چی دارن با هم میریزن میکوبن با دو تا بچه سه تا بچه ده تا بچه همینه یعنی من همیشه مثلا بچم هم بودم میگفتم بودم واقعا من نمیفهمیدم که تو هالیوودن چه جوری با هم دعواشون میشه نه بخواد اینکه نه دعواشون میشه می اون زنی که میره با این عروسی میکنه خب خو ک... مثلا شوهرت براد پیته و معلومه میره کوت میکنه تو چجوری میتونی اینو نفهمی و مثلا ناراحتی تو اگه میخوای بری عروسی کنی بعد بگی اوکی من میرم یه آرتیست رو بگیرم آرتیست با من متفاوته به خاطر همین شور تو اگه رفتی چیت کردی اصلا به من نگو فقط سعی کن من نفهمم همین ولی این واقعیت نداره دیگه من میفهم چی میگی میفهم چی میگی و من فکر میکنم چون تو زندگیم از ده سالگی تا الان چرا واقعا کار واقعی نداشتم به اون سوال یعنی خیلی سکیم خیاری همینجوری رفتم جلو دنبال اون چیزایی که دوست داشتم و بهش علاقه داشتم اصلا اه... میدونی مسئولیت همین که تو اصلا با, با, کسی که تو رابطه هستی با هم دیگه پول رنتو بدین همون اون یه چیزی که برای خیلی تجربه کردن و مثلا برای من یه چیز خیلی عجیب غریبیه میدونی تو اون که یهو بگم شد ما با هم دیگه امضا کردیم یا خونه رو میخوایم با هم شی... برای من انقدر این کانسپت عجیب غریبه چه میدونی و شاید خیلی آدیو مسخره باشه برای 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 خیلی میفهمم می اگه ولی... نباشه دفعه اول خیلی اسکری اتفاقا داری کامیت میکنی یه سال میگی دود من یه هفته دیگه نمیدونم چه میخوام پنج دو هفته دیگه ولی دارم رو خودم کار میکنم دیگه و از یه طرف یه ترسی دارم که میگم چون هرچی پیرتر میشم تنهایی مو بیشتر و بیشتر دوست دارم الان میام دیگه با یه رپتاپ شما هولی نشستم تو خونه برای خودم کتاب میخونم و پادکست زب میکنم و میدونی آرامش دارم قشنگ و این آرامش اینقدر لذت بخشه و منم مثل سگ حسودی میکنم به این آرامش بز بگم <تصفح> 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 خیلی اعتیاد آوره خیلی بد سوال یعنی عالیه میدونی یعنی مثلا میشی تلویزیون کارا رو میتونم انجام بدم آره کارام میتونم انجام. هر وقت بخوام میتونم چرت بزنم بدون اینکه کسی بهم قور بزنه عجیب غریب من دوست دخترم دو سر چرت زدن خیلی بهم قرب میزنن من چه استاد من بدخوابیام آره مثلا صد تا صدایی میخونی و... یا خوابت میبره میخوای نیم ساعت بخوای بلند شی بری تو تو نیم ساعت میاد خواب داد میکنه میگم چرا تو نیم ساعت منو بیدار میکنی چیکا به من داشتی الان بذار بخوابم دیگه آره و, آره و... و... این آ... آره قضیه چورت خیلی خیلی رو مخ خیلی رفت بعضی اخو دیدی که اصلا رو مب افتادی بعد از ظهر و خسته ای اونو فقط یه, یه چش تو رو هم بذاری و بری یه, دنیای دیگه برای خودت اصلا اصلا روح بدنت خارج میشه و همون 20 دقیقه خواب انقدر تو رو به حال میاره آم. ولی این حالت دیگه برای قضیه ب... من وقتی میخوابم نمیدونم میخوام 20 دقیقه بخوام یه 4 ساعت الان دارم میخوام میگه چقدر میخوای بخوابی میگم چه میدونم خواب تصمیم میگیره نه من <تصفيق> 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 آره ولی خب دیگه این ترس هستش که تا آخر عمرم شد محکوم به این بشم که تنها باشم ببین بعد نیستش بشین اون محکومیت نگاه نکن میگم منی که الان نشستم من ها تکنیکلی حالا من نمیدونم بقیه چی فکر من راجع بخونم من خودم یادم موفق میبینم که زندگی خوبی دارم مادر پدر خوبی دارم بچه خوب دارم زن خوب دارم خونه و ماشین و وسایل و پول خوب دارم تجربه و اکسپرینس های خوب دارم رفیقای خیلی خوب دارم من از نظر شخصی خیلی خوشحالم از جایی که هستم تو زندگیم من میگم من خیلی از زندگیم راضیم و اینا و من دارم تو این به تو اسودی میکنم من الان آرزوم اینه که میرفتم تو خونه یه نفر یه اتاق اجاره میکردم توی این اتاق عشق میکردم برای خودم اصلا کسی به من نبود بگه بیا برو هر در اتاق باز میکردم میمادم بیرون دو نفر میدیدم. رو میدیدم سابخونه رو بودم چطوری خوبی یه انرژی میگرفتم میخواستم برم بیرون میرم بیرون نخواستم میمونم خونه میگرم میخوابم یعنی الان مثلا این یکی بشتنه میگه دیوونه ای <laughs> این شاید تمام آدمایی که میان شروع میکنن از یه اتاق شروع, شروع کنن و اون لحظه اون اتاق بدترین وقت زندگیشونه که فقط دارم میگه از این اتاق رو زندگی دارم شروع میکنم که به کجا خط بشه رو نمیدونم ولی همش به امید دارم میرن جلو بعد من آرزو میکنم که برم تو اون اتاق من که الان اتاق رو دارم دارم میخوام توی اتاقه یه جا باشم آقا هزار دلار به تو میدم دیگه اصلا من دنیا با من کاری نشه باشه سقف خونه خراب شد به تخم آب اومد بالا به تخم توالت کار نکرد به تخم بچه بلد نیست بنویسه به ولی من انقدر داستانا داره باید همش حواسم باشه و اینا من مثل سگ تو سیچوشن هستم به تو حسود نمی کنم واسه به عنوان محکومیت بهش اصلا نگاه نکن به عنوان یه دونه تفاوت نگاه کن چون تو دنیای امروزی اینقدر همه چی رو حس سوسایتی تصمیم میگه این بعد اونجوری بشه این بعد اونجوری بشه این نمیشه که سوسایتی کوچش تصمیم گرفته که مرد باید بره با زن که وقتی تو میای میری هیستوری ازدواج رو میبینی فقط به خاطر کینگدما درست شده که اینا رو به هم وصل کنن که ما هم دیگه جنگ نکنن و مردم میتونن قبول کنن که چرا دیگه ما به ترکیه حمله میکنیم بابا عروس ترکیه ما ما دیگه چجوری بهش حمله کنیم و وقتی این نگاه میکنی میبینید مریج واقعیش معنی نداره فقط واسه دوباره قدرت و پول و این چیزا بوده و الان دیگه نرمال شده واسه همین تو کسی هستی که داری در واقع واقعی زندگی میکنی تو وقتی با یه دختری هستی واسه یه ماه دو ماه پنج ماه یه هفته سه روز تو سه روز با اون دختر عروسی کردی اون سه روز زن داری اون سه روز اگه من بهت زنگ بزنم بگم رامی میای بیرون میرم میگه سمت من با دختره قرار دارم اگه دیوانم با تو میام ولی روز چهارم زنگ بزنم میای با من واسه همین من اینجوری نمیبینم که تو محکوم شدی یا داری اصلا میس میکنی اکسپریانس رو تو الان دو ماه سه ماه پیش با این دختره تو انگلیس رابطه داشتی شب میخوابیدی سردرد داشتی صبح با بلند میشدی یه اتفاق دیروزش افتاد منم دقیقا همینم واسه همین بهش اینجا نکن که تو, تو, ازدواج ها کوچولو کوچولو شده تو داری یه عالم ازدواج متفاوت رو تجربه میکنی پنج سال دیگه می تو دوباره یه ماه یه سال ده سال دوباره عروسی کنیم یکی عروسی علکی ها فقط با دوست دارد بعد اصلا میگم آقا خوش همیگه گد فجب نه بچه داری نه خیالت باید ناراحت باشه ریلکس واسه همین اصلا به اون محکومیت تو پوزیشن نها نکن به عنوان قدرت نها کن که چه خوب شد که ما دنیا ما رو انداخت تو این را به قول معروف میگم چون الان دخترت جور میشه میتونی یه روز ونکوور باشی یه روز کالیفرنیا باشی یه روز لندن باشی میدونی چند تا آدم آرزوی این زندگی رو دارن تو به عنوان من کلک میرم و بیکارم و کار درست نشم تو تو کار درست داشتی اونی که میره سطح 9 تا 5 کار میکنه اونی جا کار نداشته اون تمام زندگیش برده بودی چون نمیفهم داستان چیه کار واقعی تو داشتی به خودی خود متفاوت نگاه کن نظر من نه دمت کم نه جالب بود منم آره من با ذره میگم این یه درسی که توی دا داستان آیو واسکام گرفتم که با خودم انقدر سخت نگیرم همه چیزو ولی میگم دارم هنوز یاد میگیرم دیگه چه جوری رابطه بهتر باشه ولی تو این موضوعی که داری میگی با من واقعا این خونه دوستم که الان هستم اینجا دو هفته است این آب گرم کار نمیکنه دو دوش با آب یخ دارم قشنگ دوش میگیرم ولی <تصحن> خودم من دیگه من تخم نیست برای کل اصلا آب سرد چون دوست دوست دارم دوش بگیرم ولی مثلا اگه خونه خودم بود با میرفتم هزار تا چیزو در میدم پیدا میکنم زن میدم الان مثلا تخم نیست آب سرد سرده باشه مثلا میاد آره من تو مکزیک اینو تجربه کردیم تقصیر منم بود آبو گیدم یعنی گازو گیدم من نمیدونستم تو مکزیک گاز لوله گاز کشی ندارن فکر میگم خب مثلا لوله کشی مثلا خونه که توشون 4 میلیون دلار بود اجاره کرده بودیم من فکر نمیکنم خونه 4 میلیون دلار یه خاک میاد با کپسول میذاره اونجا گاز بر همین دم استخ دو تا از این مشعلای گنده داشت مثلا آتیشش چهار متر میرفت بالا آقا من دوتا تا روشن کردم چهار متر بالا رفتیم کلاب اینه آدم آدمه کسون گفتم خب با شدی گاز ما هم که پروش دادیم مجانی بزا بسوزه که برمیگردیم شعلا رو ببینیم میام طرفش برگشت این خاموشه گفتیم آقا کی اومده خونه شعلا رو خاموش کرده صاحب خونه ما رفتیم اونجا دیدیم دیگه هیچ چی روشن نمیشه گاز خونه روشن نمیشه آب گرم دیگه نداریم حالا ما هم اسپانیش بلد نیستیم به ق... رفتیم چون نمیتونیم سفارش بدیم گازو روز اول همه به فنا رفتن روز دوم دیگه ریلکس بودیم گفتیم اصلا آب سرد مهم نیست هوا گرمه حالا یه تموم کنم روز سوم آبم تموم کردم من باغچه ها رو آب میدادم نگفت که آبشون هم لوله کشی نیست یه تانکر میاد میریزه اونجا من داشتم گلا رو آب میدادم خوش که دیگه مکسیک رفتیم دیدیم آبم قد شده هر سوی میکنی شدی این بدترین کاریه که تو زندگی کردم، این بیشتر اشتباهی که تو زندگی میکرم دادم بک تو بک این بوده یه سفر قشنگ آره که خونه همه چوسی موسی اینجا همه هوا سرده و اینجا جالبیش اینه که یعنی این تکنیک با تو آمریکا استفاده کنن برای که مردم کمتر آب و برق مصرف کنن و از این چیزها یه آره. تیکر هستش اینجا روی سکرین نشون میده هر روز چند پوند داری خرج گرما و سرما فلان میکنی بس اونو میبینی می که ج... بعد بخاطر روسیه زده گاده اوکراین و دیگه من و جنگ سر این چیزا همه چی گرون شده اروپا و چون نگاه میکنی تا این این تیکره مثلا من یه روز مثلا من بخاری رو تقوان روشن نمیکنم تو خونه چون دلم نمیاد مثلا بعد وقت دوستم میگه مهم نیست من پولش من میدم آه. اون بنده خداست که و من خودم دلم نمیاد وقتی میبینم این تیکره داره هر روز مثلا 5 پوند میفته برای گم میگم 5 پوند فقط بدم برای دو تا بخاری روشن دو... بخاری <تص> همه بشه تا اصلا بخاری هم خراب فقط یه دونش کار من آقا دو تا پولیور تنم میکنم <تص> وقتی چچت میبینه قیمتشو که داره بالا پام میچه بیشتر چه آخر ما یه امید 200 دلار میدی یا 100 دلار میدی یا 500 دلار میدی اون وقت به فکر نمیذاری میگه هر روز داری نگاه میکنی داره قرون قرون کم میشه نه یه جور سایکولوژیکلی رو تاثیر میذاره که نفهمی مصرف کنه منو بزنم دیگه همه خونهام خاموشه با شم زندگی میکنه تو میگه الکسر ترن خلاصه میگم من من همچنان در دنبال در جست... اون لحظه ای که باید شد با دختره بگی دیگه نمیخوام با هم باشیم چطوری بود تو شروع کردی ببین... اون شروع کرد ببین یه،, چیز دو تا چیز نبود بعد از این شو به تعریف میکنم بیشتر توی جزئیات و اینا چون نه فقط لحظه میگم. بریک اپ رو میخوام بدونم کی کرد کی اومد جلو ریاکشن نفر ببین من از من من از آ... من من آرزو داشتم یک و به هم کار کرد که یه کاری کنم که اون با هم به هم بزنه من چون نمیخوام با هم بزنم چون دوست ترجیح که اون باشه توپ تو زمین اون باشه و اون فهمی دم، فهمی دم. با ایتا... اون برینه به من من اون وقتی که من گفت آره بهتره که رابطه چیز باشه و من اصلا تو دلم داشتم ش... شادی میکردم یعنی <تصفح> اصلا اصلا پارتی بود <تصفح> oh, no, 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 <تصفح> <تصفح> آره ولی, آره ولی... آم... آره اینجا بودم که اوکی کاملا درک میکنم و احترام میذارم و فلان بعد در خونه که رفتم بیرون اینا این فیلم مثلا میبرن مثلا یا تو هوا فریز فریم میشه مثلا یه صحنه بوی خوب میومد ولی... بارون خوشمزه بود آره. میخود آم... نه ولی یکی دوتا تا چیز همین مجموعه چیزهایی بود که آم... واقعا خیلی سخت بود که میگم که که در موردشون نمیشه الان اینجا صحبت که بعدا شاید یکی دو سال دیگه صحبت کنم ولی چون فرش هنوز و به احترام اون آدم و واقعتش اینه که اصلا یه ذره میترسم حتی از این آدم که حتی بیاد یه جوری ترجمه کنه اینو گوش کنه میری یعنی بعضی آدم هستن که ازشون میترسی واقعا تهدیدت <applause> میکنن به مرگ و که زندگی نابود کنن دروغ چرا واقعا از از اون ترسه ترجیح میدم که زیاد وارد این داستانه به اون صورت نشم ولی خلاصه داستان اینجوریه که من احساس میکنم تو این رابطه نقشه یه مترسکی داشتم که به حالت خیلی اورینتال استوری میدونی یارو انگار چون از آدم از خانواده خب خیلی مطرح و پول دار و فلان و چیزی بود اه, من بیشتر حالت یه مثلا مای فر لیدی نمیدونم دیدی اون شوش یا پیک میلینو رو خونده باشی که مثلا به عنوان یک اه, مترسک اگزاتیک شرقی که مثلا من آوردم از توی جوب کشیدمش بیرون من اینجوری بودم که بابا من برای خودم آدمی و قبضی با تو آشنا بشم برای خودم این رزومه و تاریخشه داشتم فهمیدم تو رو پروژکت چیزش چرتیش و اینکه آره و هی برگمش برمیگش من گفت برای تو برای به من میگفتش که باید برات افتخار باشه که با من هستی مثل کسی با من اینجوری صحبت کنه مثلا برای مهم نیست تو پرنسس دایانا باشی یا مادر تریسا باشی اصلا تو هم نیستش یعنی واقعا من با هر انسانی یعنی فقط من نیستم هر کسی با تو این صحب، اینجوری صحبت بکنه که بگه برای تو افتخاری که با من باشی اصلا یه جوری میسوزی که دیگه نمیشه جمعش کرد یه, حس ناخوشایندیه که میگم اصلا چرا اصلا آدم با همچین حرفی از دهنش در بیاد ولی من اگه جای رایم بودم میگفتم معلومه که افتخار میکنم فکر میکنی احمقم تو چقدر احمق که میگی معلومه پات پاد تو دهنم معلومه افتخار دفتر میکنم چی فکر میکنی چه بدم نه میدونی یه واقعا من به اعتقاد دارم آقا واقعا آدم به همون قدری که برای خودش احترام قائل دیگران به تو احترام قائل خواهم بود سوید یعنی من واقعا بهش اعتقاد دارم یعنی تو تقیقتشم هم میدونم این حرف رو میزنی که آره منم این کار رو میکردم و فلان اینا آره واقعا پول و شهرت و استاتوس و همه این چیزها یه, کامفرت ها و راحتی رو میاره تو زندگی شک توش نیست ولی میدونی اون بهترین رابطه همیشه رابطه های سالم هست حالا چه عاشقونه باشه چه رفاقتی باشه چه با رابطه که شفاف و سالم بهترین رابطه ها و موندنی ترین و جاودانه ترین هن. برای همین منم هم آدمی هم که دوست دارم رابطه هم همیشه اونجوری باشم و یه ذره وارد جاده خاچی که میشم از خودم بدم میاد میگم آقا تو تو الان آثنتیک نیست تو انا واقعی نیستی با قلبت با خودت تو, تو این رابطت و این درست نیستش چیز جالبی بگم من وقتی که النا تو زندگیم نبود با دختر قبلی تموم کردم داشتم بقا تو قلبت خودم همینجوری مثل تو ریلکس تو خونه خودم تنها بدون کسی کاریم داشته باشه داشتم فکر میکردم داشتم میگم که چرا من هر دفعه دختری رو پیدا میکنم که به من ربطی نداره مثلا وضعش خوب نیست یا فلان مثلا گفتم آقا میدونی این دفعه من چی میخوام من یه دختر میخوام که لاغر باشه خیلی به خودش برسه مثلا هفته سو بلندشه بره بدو تو بارون بعد به خونم برسه کارم داشته باشه یک کنیم دو میلیونم پول داشته باشه اما وقتی که معلوم پول دارم این آدم بیا تو زندگی من من دیگه با این مشکل نخواهم داشته دیگه همه چیون مساویه آقا النا ظاهر شد بعد ببین دونه به دونه چک کرد خب بقرر از دو میلیونر رو همه چیز چک 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 اومد و تو بعد دیگه ما رفتیم تو رابطه ما رفتیم تو رابطه بعد النا که از شوهرش جدا بشه یه داستانی داشتن خونهشون رو مثلا مامان بابای پسره کمک کرده بودن بخرن بعد واسه همین النا نمیگرفتش به خاطر اینکه اونا خریدن از این سبی داستانی داشت که بعد مثلا داشت صحبت میکنم که آره مثلا از اینجا و اونجا مثلا ما صد هزار دلار پول مثلا 200 دلار پول داریم که نستش کنیم 100 تا 100 تا میرسه خونم که مثلا نمیرسه منم تو ذهن خودم گفتم که ای بچه خوب شد 100 دلار دو پول داره باش میاد باز باز اون که من میخواستم نیست با 100 دلار دو میاد یه به درد نمیخوره یه کاری میشه باش کرد و اینا خوشم دختر کاریو از این حرفا مشکلی نداره بعد یهو زد و پسر پیش وکیل وکیل پسره بهش گفت که نه گو خوردی دختره همه چی رو ازت میتونه بگیره اگه هم نخواهی بدید بدتر میشه واسه همین داستان کن نکن باید بهش بدی یهو تلفن زد یه روز مثلا اینو با هم روسی رفتن گوشی کرد گفتش که آره من داره دو میلیون دلار میاد تو حسابم ببین اصلا نمیتونستم رام این باور کنم که این اتفاق داره میفته میگفتم وات د تک تک بعد میخوام احمق الاغ چرا گفتی دو میلیون میگفتی 200 میگفتی عجب بس النا این شد و خوبم رفته جلو ولی به جون مامانم دارم شطرنج بازی میکنم یعنی هر روز صبح که خواب بلند میشه فکر میکنم به جوابی که میخوام بهش بدم امروز میخوام بهت کامپلیمنت بدم یا نه دیروز بهت دادم امروز بدم پرون میشی ببین یعنی نان استاپ دارم شطرنج بازی میکنم اگر وایسی بازی تموم میشه نمیگم کی برنده است کی بازنده بازی تموم میشه اگر رابطه رو دوست داری باید رو بازی کنی چه نکته جالبی بقیه بچه‌ها که دارن گوش میکنن کامنت بذارن این بازی چترنجی همچنان تو رابطه شما وجود داره یا تموم شدنی هستش یا نه تا ابد میره دوستان نظر بچه ها رو بشتم کامنت بذارن چون شو. من اینو دیدم به چشکه که اگر تو بازی و وایسی بگی که اوکی آقا یونا من بازی میکنم تو بازی کن بزن همه رو بکش حالشو رو ببر با. بازی تموم میشه تو باختی بازی هم تموم شده تو میگی من به تو خوبی کردم چه هم بازنده شدم هم دیگه بازی وجود داره من بازی کنم چرا خوبه این این خیلی مثالی که من چند روز باش کامپ کردم روز پیش واقعا مکس سنس میکنه مثال خیلی خوبه من منم بر تو فکر چون من منم آدمی هم که فکر میکنم شاید بازی رو درست بازی نکردم چند وقته و اگه شاید درست بازی میکردم نتیجه فرق میکرد روزی که وایسی بازی کردن هم میبازی، هم بازی تموم میشه این دو دفعه میره تو کونت من اینو از دوست خاله قبلیم به قلب کشیدم و گفتم من رابطه بعدیمو یا نمیرم توش یعنی من خودم قسم خودم که دیگه نمیرم توی رابطه بعد النا که پیدا شد انقدر خوب بودی که دوستش صمیمی اومد گفت یو تو دیوانه ای من 13 سالگی تو رو میشناسم یک هفته تو سینگل نبودی همیشه با یه انی بدتر از ان دیگه دوست بودی حالا یه بار دختر دوست تو زندگی این چیه داستانت من دیگه نمیخوام رابطه باشم اینو دیس بگیری میره ها بس سر با النا هوکاپ کنم و گفته بودم گفتم اگه من با دختر یه وقتی حکاب بکنم امکان نداره دیگه کوتاه بیام چیزایی که میخوام و میگم وای میستم پاش آقا من قضا میخوام هر روز تو خونه دو بار در وضع غذا میخوام من کاری ندارم تو کار میکنی کار نمیکنی مریضی آقا من کلم اصلا من آدم بی جنبه مرد قدیمی مرد سالاری روانی هم. این معنی ان من ان منم دیگه اگه منو میخوای بیای تو خونه من اینا رو باید قبول کنی الان داغون هم باشه بشکن برو با من غذا بیار بعد میگه بابا من صبح تا شب کارم تو همش خونه بودی میگم ربطی نداره دعوا میکنیم منتظرم اپیزود النا رو ضبط کنم بریزیم سرت کتکت بزنیم قشنگ حسابی آره مطمئنا فوش که میده خب ولی ولی رابطه حپیه دیگه رابطه داره میره جلو شبا خوب میخواب صبح خنده بالا میشه هم توی دنیای تو درس های برای یاد گرفتن هم تو دنیای من و من فکر میکنم با شعرهایی که ما میگیم شنونده و بچه ها شاید لابلای حرفای ما یه چیزی پیدا کنن که باش ارتباط برقرار میکنن مخالفن یا موافقن و میدونم یه سری هم شاید بگن آقا این ادبیاتی که شما استفاده میکنید فلان اصلا اینو من نیست آقا ما به قول سوهل این, این ما داریم سعی میکنیم خیلی آنست و خیلی واقعی در مورد اون این, این فکرها با شما بلند بلند صحبت کنیم یه جایی فکری ما طبیعتا اشتباه خواهد بود و با, با اینکه که فکرها رو هم دیگه بذاریم و صحبت کنیم فقط میتونیم جلو بریم و یاد بگیریم خدا تو قرآن اشتباه کردی چه برسه به ما خیلی خوب گفتی آقا رو همین جمله هم تموم کنیم بریم یه ساعت شد دمیتون میگم دیدی گفتم من میدونم خیلی حال فکر میزنیم و صبح ما میتونیم بریم ادامه بدیم آخه دیگه زندگی اینترستینگ من دوست دارم شیر کنم بفهم ما فقط مسجد تر بود بشیم در آینده تو توی مسجدی که میایم دیگه من, آدم. من, آدم. من از از کائنات من... ka... <تصفح> و الهیات و فلان اینا <تصفح> <تصفح> برای, برای دمتون گرم این ویدیو هم هر دو جا آپلود میکنیم هم تو کانال کینگ رام هم تو کامل استوال اقتصادی اگه تو این ورین لطفا اون ورین حالی بدین اگه اون ورین این وری حالی بدین دمتون گرم شب خروز خوبی داشته باشین چاکس چاکس